گلاسیا سلام، چطورید؟ امروز براتون فیلم ایون لمس 7 تیس را آوردم که به معنی حتی بره ها هم دندون دارنه. فیلم سبکش مثل ای اسپیتانیال گریو کلن، در مورد این دخترهایی هستش که بهشون تعرض شده و برای انتقام چه کارهایی را انجام میدن. فیلم خوبی، حتما ببینیدش. تحلیل آخرم گوش بکنید که یه سری حرفای مهمه و میخوام بهتون بزنم. بریم که با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشن فیلم هم باشه. با شروع فیلم دو تا دوست صمیمی به اسمای کیتی و استرون رو میبینیم. زمان تعطیلاتشون رو با هم برنامه ریختن که برای مدت 30 روز توی مزرعه کار کنن و با پولش به شهر نیویورک برن تا کلی لباس و چیزای مختلف بخرن. روز سفر میرسه و دایی کیتی میاد دنبالشون که اونا رو به نزدیک محل کار برسونه که محل زندگی خودش هم همونجاست. اسم این مرد جیسون و تا جایی که میدونیم فقط برای پلیس کار میکنه. برنامه اینطوریه که قراره یه شب خونه جیسون بمونن تا روز بعدی به محل مورد نظر برن. این شب هم دوباره به صحبت از آینده‌شون میگذره و استرون پیشنهاد میده تا اسم جعلی روی خودشون بذارن. استرون اسم خودشو میذاره هدر و کیتی هم میذاره ریلی. ما با همون اسم اصلی سرشون میکنیم که خلاصمون درکش سخت نشه. روز بعدی به همراه جیسون به ایستگاه اتوبوس میرن تا از اونجا سفر اصلیشون رو آغاز کنن. جیسون هم که خیلی خواهرزادش رو دوست داره بهشون یه راهکار میده که هر روز از خوب بودن حالشون خبر بدن. راهکارش هم اینه که هر روز یه بار به هم پیامک بدن و کیتی آخر پیامکش یه کلمه به ترتیب حروف الف با بنویسه. کلمه روز اول که باید بفرستم با ای باید شروع بشه و اپل یا سیب رو انتخاب میکنن. جیسون میره و دختر رو تصمیم میگیرن تا اتوبوس میرسه برن توی کافه و یکم استراحت کنن. اینجاست دو تا پسر سمتشون میان و شروع میکنن به صحبت. دخترها خودشونو با همون اسم جعلی معرفی میکنن و پسرها هم میگن اسمشون جد و لوکاس و پیشنهاد میدن که دخترها رو به مزرعه مورد نظر برسونن. دخترها هم در آخر قبول میکنن و با سوار شدن به وانت آبی پسرها راه میافتن. همه چیز هم خوب پیش میره تا اینکه ماشین از کنار مزرعه میگذره و توقف نمیکنه. دخترها نگران میشن اما جد بهشون میگه میخوایم سورپرایز کنیم و در آخر جلوی یه خونه وامیستن. به دخترها میگن اینجا خونه ماست و خیلی به محل کار شما نزدیکه. مادر پسرها هم میاد بیرون و با خوشرویی از استرون و کیتی استقبال میکنه. در آخر هم با اصرارش دخترها میرن تو بلکه یه فنجان چای بخورن و بعد برن مزرعه. دوباره همه چیز به خوب بودن برگشته و کیتی هم برای گرفتن پیام دایش جوابش رو میده و کدی که هماهنگ کرده بودن برای امروز یعنی اپل رو میفرسته. جیسون هم خیالش خوب بودن دخترها راحت میشه. شروع میکنن به خوردن چای و کیک و اینجاست که کم کم سرشون کیش میره. میفهمن یه چی توی چای بود و با نگرانی سعی میکنن فرار کنن، اما طولی نمیکشه که جد و لوکاس با سرعت میدونن سمتشون و همین که دخترها از حال میرن اونا رو برمیگردونن خونه. روز بعدی میرسه و کیتی و استرون با گیجی از خواب پا میشن. میفهمن هر کدوم توی کانتینر جدا خارج از شهر به زنجیر وصل شدن و از وحشت فریاد میکشن. اینجاست که جد به آرومی میاد و میگه هیچ کس صداتون رو نمیشنوه، از این به بعدم اینجا زندگی میکنید و هر چی لازمه براتون میاریم. لباس هایی هم براشون میاره و سکانس بعد میبینیم که دخترها این لباس ها رو پوشیدن و مرد دیگه به اسم بوریس کنارشونه. از صحبت ها میفهمیم جد و لوکاس هر دو برای این مرد یعنی بوریس کار میکنن. اونم گوشی کیتی رو برمیداره بلکه چک کنه کی از محل فعلی دخترها خبر داره و با پیام دایش یعنی جیسون روبرو میشه. اول از همه میفهمه اسمی که این دخترها خودشونو باهاش معرفی کردن جعلی بوده و عصبی میشه. با دیدن کلمه اپل آخر پیاما به دختر شک میکنه و کلی تهدید میکنه که بگو این کلمه یعنی چی. کیتی هم میگه این رمزی که با دایم گذاشتیم که بهش بگیم حالمون خوبه، اما چیزی در مورد اینکه رمزشون هر روز بر اساس حروف الف و قرار تغییر کنه نمیگه. و بوریس هم یه پیام به جیسون از زبون کیتی میفرسته که بگه حالمون خوبه. آخرش هم دوباره همون کلمه اپل رو مینویسه. بعدش هم مرد و دختر رو مجبور میکنن لباسشون رو در بیارن و جلوشون همون کنن. اینجاست که میبینیم کلانتر شهر اسلحه به دست نزدیک میشه و فریاد میکشه دستا رو بگیرید بالا. دختر یه نفس راحت میکشن و با سرعت پشت کلانتر قایم میشن که اونم یه رفه میزنه زیر خنده. میفهمیم این مرد عوضی با کلانتر دوست بوده و حتی یکی از مشتریای همیشگی این مرد همین کلانتره. بعد اما وحشیگری تمام کیت رو میفرسته توی یکی از کانتینرها و خودش هم میره داخل تا بهش تعرض کنه. سکانس بعد اسلام با دست و پای زنجیر شده میره پیش دوستش که با حال داغون افتاده رو زمین و داره گریه میکنه. تو سکانس بعد جیسون رو هم میبینیم که میره پیش همسرش و میگه کیتی کلمه رمز رو عوض نکرده و فکر کنم یه مشکلی پیش اومده. بعد میگریم پیش دخترها میبینیم که مرد معتادی اومده پیششون. جد و لوکاس مثل فروشنده ها دو تا دختر رو نشون میدن و مرد بعد انتخاب اسلون بی توجه به جیغ و التماس های دختر پولی میده و اونو به کانتینر میبره. این مرد که از اون عوضی های روانیه سیگارش رو روی دختر خاموش میکنه و کارش شروع میشه. میریم به طرف دیگه شهر و دوباره
دایی کیت رو میبینیم که به مزرعه‌ای که قرار بود برن زنگ میزنه و وقتی میفهمه دخترها اصلا نرفتن اونجا مطمئن میشه یه اتفاقی براشون افتاده و سری به سمتشون حرکت میکنه. این در حالیه که دوباره میبینیم پسرها یه گونی سر دختر رو میکشن چون مشتری بعدیشون خیلی مهمه و نباید قیافش رو ببینن. میبینیم مرد سیاه پوشی با ماسک خوک میاد جلو، اسلو رو انتخاب میکنه و بعد برداشتن گونی رو سرش اونو به داخل میبره. نیم ساعتی میگذره و با رفتن مرد کیتی میره پیش دوستش و بدن داغون و زخمی و گریهاش رو میبینه و میفهمه اصلا حالش خوب نیست. همزمان با این اتفاق جیسون هم به کلانتری این محل میرسه و میره داخل که با همون پلیس عوضی و متجاوز روبرو میشه. بیخبر از کارهای این کلانتر شروع به صحبت میکنه و میفهمیم جیسون نه تنها پلیسه بلکه با سازمان FBI هم کار میکنه و حالا میخواد هر جوری شده کیت و استون رو پیدا کنه. کلانتر خیلی ترسیده و جیسون توضیح میده که چه جوری قرار بوده دخترها هر روز یه رمز متفاوت بفرستن و وقتی این کارو نکردن یعنی حالشون خوب نیست و تو خطرن. کلانتر هم میگه پیگیری میکنم و از طرفی سری به بوریس، جت و لوکاس خبر میده که همه چیز توی خطره. اونا هم با عصبانیت کیتون و استون رو میارن بیرون و کلی دعوا میکنن که چرا رمزو بهمون اشتباه گفتید. دخترها خیلی ترسیدن و مردای عوضی بی توجه به گریهاشون شروع به صحبت میکنن. بوریس میگه هر چی زودتر هر دوشونو بکشید، بدنشون ناپدید کنید چون نباید پای FBI به اینجا باز بشه. برمیگردیم پیش جیسون که همچنان پیگیر و این بار به کافه میره که دخترها رفته بودن اونجا. با نشون دادن عکس دخترها به صاحب کافه میفهمه اونا سوار یه وانت آبی رنگ شدن و حالا با یه سرنخ جدید میره بیرون. این روز هم میگذره و روز بعدی اسلون و کیت رو میبینیم که میدونن این قاچاقچی‌ها میخوان بکشنشون. اگه هرچی هم سریعتر فرار نکنن برای همیشه کارشون تمومه. همین لحظه جدو لوکاس میونه، همون مرد معتاد قبل همراهشونه. بهش میگن اینجا وایسا که یه موقع دخترها فرار نکنن، میرن که لوازم سر به نیست کردن دختر رو جای دیگه آماده کنن. با رفتنشون کیتی به آرومی سمت مرد میاد و حرفای اغوا کننده میزنه. نزدیکتر میشه و گرفه با وحشیگری که تمام به مرد حمله میکنه و با دندوناش رگ گردنش رو قطع میکنه. مشخصه کیتی همه امیدها و زندگیش نابود شده و حالا هیچی جز خشونت آرومش نمیکنه. حالا با کلیپ زنجیراشون رو باز میکنن و پا به فرار میذارن. سکانس بعد کلانتر میبینیم که به همین جا میاد تا دختر رو برای کشتن ببره، اما چیزی جز جنازه اون مرد نمیبینه و همین لحظه هم دخترا سوار ماشینش میشن و سریع از محل فرار میکنن. دیگه فرار کردن و به شهر رسیدن، اما چیزی جلوی رفتنشون رو میگیره. به جای فرار دوتای به این مغازه ابزار فروشی میرن، کل لوازم مختلف تهیه میکنن. در حالی که تبر و چکش و کلی چیز خطرناک دستشونه، با تهدید رو به فروشنده میگن مردی به اسم بوریس رو توی این محل میشناسی یا نه. اونم میترسه و اطلاعات محل زندگی بوریس رو بهش میده. کمی اون طرفتر جیسون همچنان دنبال خواهرزادش و این بار به شرکت بیمه این محل میره. اطلاعات وانت آبی که میدونه رو میگه و موفق میشه اطلاعات صاحبش رو پیدا کنه. اونم کسی نیست جز بوریس که همین لحظه به خونه خودش میرسه، جایی که کیتی و استرا از قبل منتظرشن. تحت توپ تنیس که دور تا دورش رو با میخ پوشوندن به سمت بوریس پرت میکنن تا جایی که دیگه نمیتونه هیچو ببینه و وقتی چشمشو باز میکنه روی میز بسته شده. شروع به التماس میکنه اما دخترها توجهی ندارن. همین لحظه هم جیسون با ماشین به جلوی خونه بوریس میرسه. دخترها شروع میکنن به تهدید بوریس که اسم اون کسی که با ماسک خوک اومده بود رو لو بده، اما بوریس قبول نمیکنه و اینجاست که دخترها میلهی که از قبل اطرافشو میخ چسبوندن رو برمیدارن و با بیرحمی به پشت بوریس فرو میکننش. مرد ته دل فریاد میکشه و از خونریزی داره میمیره که میبینیم جیسون از ماشین پیاده میشه که برای بررسی جیغ و داد بیاد داخل. هیچ اثری از دخترها نیست، اما بوریس داره از خونریزی میمیره که صدای ماشینی میاد و همین لحظه وانت آبی رنگ جیسون دنبالش شد به حرکت در میاد و دور میشه. اما جیسون نمیدونه خواهرزاده خودش پشت فرمونه و این مرد رو به سزای عملشون میرسونه. سری بوریس رو بیمارستان میبره و سکانس بعد کلانتر میاد طرفش و میگه بوریس نتونست دوام بیاره و مرد. جیسون همه نگرانش بیشتر شده و تصمیم میگیره دوباره به گوشی کیتی زنگ بزنه که یه دفعه صدای گوشی دختر از کنار کلانتر شنیده میشه. حالا میفهمه جریان چیه، اما دیر و کلانتر از قبل از لحظه سمت جیسون نشونه گرفته. دوباره دختر رو میبینیم که جلوی یه کلیسا وامیستن. مشخص بوریس اون لحظه‌های قبل مردن از دردش اسم مرد ماسکدار رو لو داده و اونم کسی نبوده جز کشیش همین کلیسا. به محض تنها شدنش دخترها میان داخل و موفق میشن اونو بیهوش کنن. سکانس بعد میبینیم دخترها دوباره با ماشین راه افتادن و خیلی ریلکس دارن حرف میزنن. به جایی میرسن و پیاده میشن که دوربین میاد عقبتر و میفهمیم کشیش رو از پشت ماشین بستنش و تمام این مدت داشته روی آسفالت کشیده میشده. اما انگار این برای اسلون کافی نیست، چون کلی بنزین روی کشیش میریزه و با انداختن کبریت اونو زنده زنده با آتیش میکشه و بعدم از محل دور میشن. جیسون رو میبینیم که تو خونه ای به این صندلی بسته شده و کلانتر جلوشه. با دیدن دو تا دختر بیچاره دیگه که اونا هم انگار قربانیای این قاچاقچی‌های انسانن، خیلی نگران حال خواهرزادش میشه، اما کاری دستش برنمیاد. اینجاست که
کاتی و اسلون سر میرسن و از پشت ضربه‌ای به کلانتر میزنن. وقتی چشمشو باز میکنه به صندلی بسته شده و دختر رو کنارشن. کیتی میگه میخوایم با هم رولت روسی بازی کنیم. رفتار کیتی و اسلون مثل دیوونه‌ها شده که بعد اتفاقای وحشتناکی که براشون افتاد کاملا منطقی و با شوخی و خنده خشاب اسلحه دستشون رو میچرخونن. توی اسلحه یه گلوله بیشتر نیست و در حالی که کلانتر داره ترس خودش رو خیس میکنه ماشه رو میکشن. اسلحه خالیه و حالا نوبت اسلون میرسه. دوباره کلانتر از ترس جیغ میکشه اما بازم خالیه. حالا که دوبار مرگو به چشم میده با آرومی رو به کیتی میکنه و میگه من واقعا اشتباه کردم، میدونم زندگی خیلی ها رو نابود کردم، خواهش میکنم منو ببخش. اما کیتی ماشه رو میکشه و این بار مغز کلانتر میترکه. کیتی و اسلون دخترای زندانی دیگر رو آزاد میکنن و بهشون میگن که جیسون رو هم باز کنید، اما خودشون از محل در میرن. جیسون هم به غریبه هم یکی نجاتتون داد، اما اونا که جونشون رو مدیون کیتی و اسلونن لوشون نمیدن از خونه میرن بیرون. سکانس بعد به خونه جد و لوکاس میریم، شروع کننده این ماجراها. مادرشون لیوان چای رو برام داره و بعد خوردنش یهو بیهوش میشه. مشخصه استون و کیتی از قبل همون دارو رو توی لیوانشون ریختن و زن وقتی چشمش باز میکنه رو صندلی تو زیر زمین بسته شده، در حالی که پسرش جد جلوش بسته است. اسلون پشت به سر وامیسته و جلوی چشم مادر چوب بیسبال رو با قدرت تمام به سرش میکوبه و در جا میکشدش. اینا در حالیه که مادر داره فریاد میکشه و التماس میکنه که پسرمو رها کنید، اما این کافی نیست و انقدر با چوب جد رو میزنن که جمجمش خورد میشه. مادر رو با صندلی به قسمت دیگه زیر زمین میبرن، جایی که حالا لوکاس هم به صندلی بسته شده. دختره میره سمت لوکاس و این بار دست پاشو باز میکنن و چوب بیسبال رو میدن بهش. میگن اگه مامانتو بکشی میذاریم زنده بمونی. لوکاس از ترس چوب میبره بالا اما لحظه آخر پشیمون میشه. کیتی هم بدون هیچ رحمی با اسلحه دستش یه شلیک به پسر میکنه و اونو جلوی چشم مادر میکشه. حالا مادر داغونه و دختره با صحنه سازی جوری جلوه میدن که انگار لوکاس خودکشی کرده و قصد دارن همه قتلا رو هم بندازن گردنش، جوری که انگار همه آدما رو کشته و در آخر به خاطر عذاب وجدان خودشو کشته. مادر میگه بهتون هر چی میخواد میدم، فقط زندم بذارید. اما اسلوم برداشتن یه دستگاه چمنزنی میاد سمتش و با وحشیگر که تمام تیغش رو تو گردن مادر میکنه و اونم میکشه. سکانس آخر فیلم چند هفته بعد رو نشون میده. دای جیسون با ماشین به خونه میاد و کیتی و اسلوم منتظرشن. حالشون خوبه و دخترها تصمیم گرفتن با پولی که دارن برن نیویورک که همون آرزویی که داشتن رو برآورده کنن و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطوری که اول فیلم گفتم فیلم ایون لمز هفتیز شباهت خیلی زیادی به فیلم آی اس پی تا نورگریف داره، مخصوصا نسخه دومش. کاملا شبیه هم دیگه و حتی سکانس های آخری که بچه رو جلوی مادر میکشن و اینا انگاری از همون کلا الهام گرفته شده. کارگردانش هم چند بار اینو گفته و دلیلش هم دلیل خاصی نیستش، فقط ایده خوب بوده و خب استفاده کرده، چیزی گناهی هم نکرده دیگه، خیلی وقت اتفاق میفته توی سینما. حالا اینکه فیلمش چه محتوایی داره، اولا که کلا اتفاق تجاوز هر روز هزاران هزار بار توی کل دنیا داره اتفاق میفته و واقعا دردناکه، به خاطر اینکه یه بلایی سر دختر رو میاره، یه بلایی سر قربانی میاره که تا ابد باعث میشه به همه زندگی شک بکنه، از همه جنس مخالف بدش بیاد، به هیچ کس نتونه اعتماد بکنه، فکر کنه همه چی تقصیر خودش بوده، خودش رو سرزنش بکنه و هزاران هزار اتفاق دیگه هم به صورت زنجیره‌ای میفته که همشون نتیجهش میشه نابود شدن زندگی اون یه نفر و این واقعا خیلی دردناکه. هر چقدر هم که فیلم خشن راجبش بسازن، هر چقدر هم که فیلم اسلشر باشه و بخوایم تلافی کردن و تلافی شدن این اتفاقا رو ببینیم، بازم به قدر نیستش که بتونه درد طرف رو کم بکنه، به خاطر اینکه کسی که همچین اتفاقی براش میفته همونطوری که گفتم واقعا یه حالتی یه وقتی بهش دست میده که شاید از خودش هم حتی برش بیاد، از خودش هم متنفر بشه و با کشته شدن اون طرفایی که این کارو کردن این حس از بین نمیره. خیلی دردناکه. برای همینم امیدوارم که هر کسی قربانی اتفاقا بوده یه روزی بالاخره با زندگیش کنار بیاد. بارها و بارها تو فیلمایی که مضمونشون همین چیزی بوده گفتم، حواستون باشه به دور و بریاتون. متاسفانه توی کشور ما برخلاف خیلی جاهای دیگه بحث سیاست و اینا نیستش، بحث فرهنگه. تو کشور ما حالا نسل جدیدم بهتر شده، اما نسل قدیمی جوری بودن که نمیتونستن کلا موضوع تعرض و تجاوز رو درست باهاش برخورد بکنن. اگر برای یه دختر اتفاق افتاد خیلی از پدر و مادرها میگفتن اینو پیش خودت نگه دار، به هیچ کس نگو، پیش پلیس نرو، آبرمون میره، همش تقصیر خودت، بدبختمون کردی. انقدر از این حرفا میذارن که اون دختر به جای اینکه یکم احساس آرامش پیش خانواده‌اش بکنه حالش 10 برابر بدتر میشه. حالا این موضوع در مورد پسرها که باز خیلی بدتر بود، به خاطر اینکه پسرا حتی جرئت نداشتن همچین حرفی بخوام به پدر و مادرشون بگن و کلا سر هر دو جنس اتفاق افتاده. نسل جدید باز خیلی بهتره که
با این قضیه بهتر برخورد میکنن، پشت بچه هاشون وای میستن، تا جایی که شدن پیش میرن که بتونن اون متجاوز رو به سزای اعمالش برسونن. به هر حال میگم که کلا تو کشور ما فرهنگ جوریه که یه وقتا این خیلی بدجا میفته. شما به عنوان یه آدم نسل جدید، شما به عنوان یه جوون حق اینو دارید، وقت اینو دارید، فرصت اینو دارید که بتونید به دوستاتون، خواهرتون، برادرتون و هر کسی پیشتون هست کمک بکنید، بهش نسا آرامشو بدید که اگه همچین اتفاقی براش افتاد شما پشتشید و کمکش میکنید که هر جوری که شده از لحاظ قانونی از هر راهی که هستش بتونید برای این طرف عدالت رو برقرار بکنید. این خیلی مهمه که شما بتونید به دوربریتون این حس آرامشو بدید، این حس اطمینان خاطر رو بدید تا بهتون اعتماد کنن. کسی که براش همچین اتفاقی افتاده در وهله اول روح خودش خیلی حالش بده و اگه بهش کمک نکنید ممکنه هزاران هزار بلای بدتر سر خودش بیاره. خیلی حواستون باشه به این قضیه. این فیلم هم خلاصه که راجب همین قضیه بود و همونطوری که توی فیلم‌های آیسپتان رو گریف هم گفته بودم بخواد همین موضوع رو ما نشون بده که این انتقام گرفتن سر این قضیه هر چقدر هم خشن باشه، هر چقدر هم که طولانی بشه، هر چقدر هم که طرف زجر بکشه به خاطر کاری که با شما کرده، بازم نمیتونه برای دختر کافی باشه. و این قضیه قاچاق انسان، هیومن ترافیکینگ، توی جای جای دنیا داره اتفاق میفته. حواستون باشه موقع شما هم که دامش نیفتید. اینایی که میگم بیا بریم دبی مدلین کار کنیم، بیا بریم ترکیه فلان کارو بکنیم، اینا 90% کارشون همه هیومن ترافیکینگه. میان شما رو میکشونن اونجا تو کشور غریب، شما رو به هر بهونه‌ای که شده به جایی میرسونن، با همین داروها شما رو بیهوش میکنن و در نتیجه با قاچاق انسان طرف میشید که تا آخرین لحظه زندگیتون هم شما رو تحت تاثیر قرار میده و واقعا وحشتناکه. حواستون باشه خیلی خیلی توی این دنیای مجازی زیاد شده این قضیه. توی اینترنت دوتا سرچ بکنید ببینید که چقدر تو ایران خودمون، تو آمریکا، توی دبی، توی ترکیه، توی هر جایی که برید داره اتفاق میفته. حواستون باشه خلاصه و اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. روزتونم گلسی.